مهمانان داریم. چه مهمانانی، چه پدر و دختر هنرمند درجه یکی، مجید مظفری و نیکی مظفری. به به، خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. اگر سلام علیکی هست بفرمید. بفرمید. مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و بیننده های عزیز در منزل. متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین آقای مدیری. ببخشید من سرما خوردم، آقای مدیری گفتن بیاین، اومدم. قربونت. اگر تو رو بیزرام بودم دور می‌زدم میومد. قربونت. مرسی واقعا با این حال مریضی آمدن و ممنونم. انقدر دوستتون داریم. قربونتون برم. برم سر سوال یهو چون زیاده. خانم مظفری یه جایی گفتین که بابام خوشتیپ ترین هنرپیشه ایرانه. هنوزم میگن. ما با چقدر بسدیگه؟ بله نه. یعنی ما قاقی. نه. نه بعد میخواستم ادامه مصاحبه رو در واقع اینجا بگم که بعد پلارم خبرنگار تموم کرد. نه بقیه شاب نشد آقای مدیر. منم معتقد، منم معتقد. ماشاءالله با این سن. نه واقعا آقای مدیری بگه چند سنشون. اجازه بدیم. سال 49 اولین فیلم سینماییشون رو بازی کردن. من اینقدر بودم. من 3 ماه هم بوده. درست میگم؟ سال 49. بله. یکی از دوستان یه عکسی رو توی یک جایی دیده بود، اومد به من گفتش که من یه عکس دیدم خیلی شبیه تو بود، با خانم لورتا تو رفتی رو صحنه. خانم لورتا؟ بله. گفتم بله خودم هم. آره. خب ولی داشتم میگفتم با این سن واقعا خوشتیپ ترین هم. میدونیم که من میخوام رازش رو امشب اینجا در کنار دوستان بگم، به خاطر اینه که یه دختر خیلی خوبی مثل من داره. بله بله. من هم مامانشم، هم دخترشم، هم دوستشم. میشم مامانشم. و فروتن. شما فروتن. خب در همه سنین نقش بازی کردین و یه جوری که انگار همیشه برای شما این فرصت بوده. برای خیلی اینجوری نیست. این رازش چیه؟ من خدمت هست کنم که ببینید هیچ موقع من خودم رو از نظر ذهنی و جسمی بازنشسته نکردم و همیشه آماده بودم و سعی کردم که خیلی هم منصف بودم، یعنی فکر کردم که با خودم صادق باشم که اگر نقشی به من میدن که واقعا به من نمیخوره بازی نکنم و معمولا هم سعی کردم نقشایی هم بازی کنم که بتونم از پسش بر بیام و به همین دلیل و هیچم اخلاقمه سر کار که میرم دوستان خیلی لطف دارن به من و خودم در بست در اختیار کار میذارن. شاید این مسئله، این مسائل باعث شده که هر موقع نقشی که به من نزدیک بوده و به من میخورده دوستان لطف کردن، پیشنهاد کردن و منم بازی کردم. بسیار خوب. و این کارنامه یک جور رکورد، تعداد فیلم ها 45 حدوداً فیلم سینمایی. بله. و سریال حدود 32 سریال و نمایش خانگی و تئاتر و خیلی پرکار بودی. بله. نه میخوایی راه نمایی تو کنم. نه الان
میخواستم یه چیزی بپرسم، دلم نیومد ولی میپرسم. متولده؟ من 1366م. میشه 30 سال؟ بله. 30 سال. بله. 30 سال 66. بله. چه ماهی چه روزی؟ 28 شهریور. شهریور. خب و شهریوری ها زیادن. آره. و پدر متولد 29. بله. 67 سال. بله. ماشاءالله. ماشاءالله. و تک فرزند؟ بله. داروسازی خوندین؟ دوست داشتین بخونین؟ بله دوست داشتم. من داروسازی دوست داشتی بخونین. معماری خوندی؟ بازیگر شدی؟ بله. الان هم دانشجو هم. یک کمی این چجوری میشه؟ چی شده؟ والا علاقه شخصیم به داروسازی و مهندسی پزشکی بود. رشته تجربی خوندم در دبیرستان و سال اولی که اون موقع ما خب کنکور میدادیم، سال اولی که آزمایشی حقوق قبول شدم و دیدم که اصلا من خیلی با فضای روحی من سازگار نیست و معماری خوندم. دو سال با افتخار شاگرد مرحوم استاد حمید سمندریان بودم و واقعا روحشون شاد. بعد دیگه چون خیلی بازیگری دوست داشتم و حالا اسم نمیبرم ولی دیگه هی نمیشد. نمیذاشتن؟ نه نه ببین آخه نمیذاشتن که یه ایده‌ای داشتم که الان میفهمم چقدر این به درد من میخوره. به خاطر اینکه همیشه ایشون معتقد بودن تو اگه قرار باشه که یه روزی بازیگر باشی باید نور رو بشناسی، صدا رو بشناسی، دوربین بشناسی، لنز دوربین بدونی، طراحی لباس بلد باشی، حداقل آگاه باشی، گیریم، یعنی تمام اون فضاهای پشت دوربین و اون داستانا. به خاطر همین بود که من 7-8 سالم، ما خودمون یه شرکت در واقع فیلم سازی هم داشتیم، من در خدمت ایشون شاگردیشون رو کردم و یاد گرفتم. همینجوری پیش رفت تا اینکه کم کم خب یکی از چیزایی هم که خیلی دوست داشتن این بود که من از تئاتر شروع بکنم و این اتفاق برام افتاد، باعث شد که من بازیگری رو از تئاتر شروع بکنم و الانم دانشجو طراحی لباسم. طراحی لباس بره. خیلی هم عالی. خیلی با هم رفیقین، درست میگم؟ بله. خیلی زیاد. بله. و متاسفانه در سال 84، درست میگم همسر؟ بله. فوت کردن. بله. و شما ازدواج نکردین. دلیلش دخترتون بود؟ یکی از دلایلش دخترم بود دیگه، که خیلی هم مهم بود. برای اینکه نیکی در سنی مادرش از دست داد که حالا تو اون سنم خیلی با مادرشون دوست بودن، رفیق بودن، خیلی همدم بودن و بیشتر من سر کار بودم و این دوتا خیلی با هم دیگه چفت بودن و وقتی که مادرشون از دست دادن من فکر کردم که نباید وقتم رو نه بیشتر برای سینما بذارم یا مثلا ازدواج کنم، بیشتر در کنار خود نیکی باشم و هم نقش مادرش رو بازی کنم هم پدرش رو و دوستش رو. بیشتر بین من و نیکی خیلی دوستیم با هم دیگه تا دختر و پدر. در واقع ایثارگری کردی؟ نه وظیفه، من وظیفه هر خانواده میدونم که اون خانواده یکی توشون یه همچه اتفاقی میفته یا نپاشه یا هیچ اتفاقی نیفته. درسته نبودن یک نفر اونم مادر یا پدر خیلی فاجعه است، ولی با این حال من فکر کردم که ما در کنار همدیگه میتونیم زندگی آیندهمون رو بسازیم. برای اینکه واقعا یه دو سالی جفتمون خیلی حالمون بد بود. بله. ولی اگر این اتفاق میفتاد که توجه نمیکردیم به همدیگه شاید من الان 67 سالم نبود. بله. کمتر بود. بیشتر بود. بیشتر. یواشکی باعث نشدین که ازدواج نکنن؟ نه واقعا، به خاطر اینکه فکر میکنم حق طبیعیه ایشونه که
حالا بیشتر به لحاظ روحی کسی در کنار ایشون باشه که واقعا بتونه ایشون رو درک بکنه و هم صحبت و همدم ایشون باشه. چرا ازدواج نکردی؟ والا چرا فضولم دیدی؟ همش دارم راجع به این چیزا. ببینید آقای مدیری، آخه مقوله ازدواج از نظر خودم میگم یک مقوله بسیار عجیب و بیشتر غریبه و این شرایط باعث میشه که مثلا اصلا دو نفر آدم با این نیت و با یه برنامه ریزی با همدیگه آشنا میشن یا معرفی میشن یا بالاخره که با همدیگه ازدواج کنن نمیشه و دو نفر آدم یهو بسته به شرایطی با همدیگه پیش میاد که ازدواج میکنن. احساس میکنم یک معقوله خیلی بسیار بزرگ وسیع و با یک جهانبینی و یک آگاهی بسیار زیادیه معقوله ازدواج. به خاطر همین حالا نه که بگم شرایط زندگی من با پدرم، به خاطر اینکه ما با هم زندگی میکنیم و خب از سالی که من مادرم رو از دست دادم واقعا خیلی با همیم، خیلی رفیقیم، خیلی دوست و یار هم دیگه هستیم. این واقعا مستلزم این میشه که یه شرایط یا اون اتفاق سر به اون بزنگایی که باید اتفاق بیفته. بله. روحشون شاد. خیلی ممنون. فضولی من تمامی نداره. قصد ازدواج ندارین؟ چرا؟ بله؟ چرا؟ هر موقع نیکی ازدواج کرد. آقای مدیر من میخوام توی این برنامه همینجا این داستانو حلش کنم. بفرمایید. بالاخره این فضولی من جواب داد. خانواده ای رو از نگرانی رهانی. من خیلی واقعا تو زندگیم همیشه، حالا نمیخوام واقعا یه جوری باشه که خدایی نکرده شعار بدم یا حالا هرچی، ولی من تنها کس من تو زندگیم پدرمه و خب ما خیلی میگم ما اصلا همه زندگیمون با همه. هر لحظه احساس میکنم که خب باید خیال من برای این که من مسئولیت زندگی آدمی رو در واقع داشته باشم خب زیاده و یه جاهایی احساس میکنم که خیالم و اون تمرکزه و اون انرژیه اینجوری راحت تره که اول پدرم ازدواج کنه. خب الان تکلیف چی میشه؟ تکلیفی که واقعیتی که بخواین من میخوام خیال نیکی رو راحت کنم. نگران من نباشید. خب من خیالم راحت شد. یعنی این که تا ازدواج نکنی ازدواج نمی کنن، تا ازدواج نکنن ازدواج نمی کنی. خب این فرمون، همین فرمون میری تا 90 سالگی. نه واقعیتش که آقای مدیر ببینید من خب به هر صورت پدر ایشونم و یک حساسیت هایی نسبت به ایشون دارم و اینم طبیعیه. من اگر با هر کسی، هر خانومی که بخواد بیاد وارد زندگی من بشه، خب به یه امیدی میاد، یک زندگی میاد، یک بینشی داره، یک آینده‌ای برای خودش ترسیم کرده. اگر خدایی نکرده اتفاقی بین نیکی و اون شخص پیش بیاد، من وسطم تو چارچوب، این اون در رو میکشه و اینجا من لیه میشم و من مطمئنم خیلی رو راست میگم، من اینجا هیچ موقع دخترم رو بل نمی کنم همسرم رو بچسبم. این طبیعیه. الان اگه یک کسی هم بخواد بیاد دیگه نمیاد بکنم این شرایط. ولی بهترینش اینه که نیکی ازدواج کنه. من قول بشنم به یه ما نکشه من هم ازدواج. الان کسی این برنامه رو ببینه میخواست بیادم نمیاد. یه چیزی من همینو دارم ترسناکه. اصلا شما بین ایشون و ایشون میزنی اونو له میکنی. نه 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 بذاری من بگم. ایشون لطف دارن به من و واقعا من دیگه ذره واقع بین باشیم. هیچ پدری نمیاد فرزندشو ول کنه و حالا یه همسری دیگر رو بیاد بگیره. من مطمئنم خانومی که در کنار شما قرار میگیرن مطمئنن انقدر آگاهی و بینششون و همه از همه لحاظ خوب و کاملن که هیچ وقت ما هیچ مشکل با هم میخوای بعد برنامه سه نفری حرف بزنیم. سه نفری بخواهم شاید من بتونم کمک کنم. عاشق شدین؟ بله. یعنی همون زمان که بعد ازدواج کردی؟ بله بله. چه جوری شد؟
اتفاقا امروز من داشتم فکر میکردم به این ماجرا. من یه دفعه با یکی از دوستانم رفته بودم شهرستان کاشان و دم یه هتلی ایستاده بودیم که بعدا مشخص شد این هتل ماره پدر خانم آینده من. یک دختر بچه اومد، دختری تازه دیپلم گرفته بود اینا، اومد واسط با هم دیگه هم با هم حرف زدیم و بعد از فکر کنم 4 سال 5 سال بعدش همون دوستی که با هم دیگه رفته بودیم کاشان و با پدر خانم من دوست بودن، ایشون پیشنهاد کردن که من با این خانم ازدواج کنم. از همون لحظه اولی که من دیدم واقعا هیچ موقع رفتار و کردار و چهره ایشون رو فراموش نکردم تا بالاخره ازدواجم کردیم. روحشون شاد. مرسی. عاشق شدیم. واقعا جلوی بابا بعد این سوالو می‌پرسید. خودشون هم شدن؟ نه. 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 بله. مگه میشه آدم عاشق نباشه؟ خب دیگه حالا من به خاطر آدم و این مرام شده امشب 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 اینجا بگی. اینجا این همه سال پنهان کردین. اصلا بگین عاشق شدم. بله مثلا اگه شدین نگرش داشتم تا شما ازدواج کنی مثلا دیگه. الهی بمیرم بر دلش چقدر صبور بود. خب شدین؟ هیچ وقت؟ تو هیچ سنی؟ ادامه ندم؟ نه اشکال نداره آدم عاشق میشه بعد میفهمه. نه جاله شما اینجوری میگه میدونی؟ بعد متوجه میشه که اشتباه کرد. شما عاشق شدین الان متوجه شدین که اشتباه کردی؟ من بارها عاشق شدم بعد دیدم اشتباه کردم. دیگه من فکر کنم یه بار اتفاق میفته ولی و نیفتاده هنوز. من جواب این سوال میشه ندم؟ نه بله. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ بعدم به خود من بگی. بعدم به خودشون بگی. توی یک سوال میکنم، توی یک موقعیت روانشناسانه شما رو قرار میدم. توی حرفه خودمون کسی هست که خیلی ازش بدتون بیاد؟ ببینید خیلی نه، ولی خب بعضی از دوستان هستن که حرکاتی میکنن که در شأن هنرمند نیست و اون یه ذره منو میرنجونه. نه اصلا حتی میتونه این شخصی باشه ها، یعنی یک آقایی باشه که خیلی ازش متنفرین سالهاست. فقط بله یا خیر، چون بعد میخوام ادامه بدم. نه من چه چیز بدی دیده بعدم... باشین؟ نه 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 در ارتباط با خودم نه کلن اصلا. آره. شخصیتشو دوست نداشته باشه. آره دیگه به... آره پیش شده. یعنی بکنیم به دور بین و صحنه خیلی خیلی بیرحمه. شما اینو میدونید دروغ گفتم به مردم و دروغ گفتم به دوربین دقیقا لو میره آدم و آدم نباید دروغ بگه و واقعا به اون چیزی که میگه یا حرکتی که میکنه باید اعتقاد داشته باشه. بعضی از دوستان من هستن، دوستان همکاران هستن، یه حرکاتی میکنن که من فکر میکنم که این لطمه میکنه هم به اون آدم و هم به حرفه ما. خب حالا میخواستم اینو بگم، یه روزی نیکی خانم میان خونه میگن پدر عاشق شدم، خیلی بد جوری عاشق شدم، بیا تو. این همونه. دمه درم هست یعنی. میبینین همونه. آها آخی. متوجه نشدم. میبینی همون پسر هست که بدتون میاد. آه. جلفه. خب. ببینین اگر یه آدم جلف، یه آدم دروغو، یه آدم بد نمیتونه عاشق باشه. اگرم بشه عشقش دروغینه و مطمئن باشید من و تمثال من و شما متوجه میشیم که عشقش
دروغه یا راست؟ من عاشق شدم. نه نیکی خانم میان به شما میگن من عاشق شدم. من خیلی خوب میشناسم، میدونم من عاشق اینجور آدم نمیشم. حالا اصلا شما مثلا نمیدونستی این خسارت رو. میگن من عاشق شدم. کامبیز بیا. میاد تو میشینه. مثلا حالا فردا تو فضای مجازی می نویسن کامبیز و نیکی پیوندتان مبارک. نه الکی گفتم، نادر بیژن. بعد می بینید همونه، چیکار میکنی؟ خب چیزه، ببینید این که من یهو بگم نه و این چیزا، نه آدم کینه‌ای هم نیستن. بالاخره انسان عوض میشه، آدم متحول میشه، بعد مطمئنن اعمال و حرکاتی نشون داده از خودش، حرفایی زده، ارتباطی برقرار کرده با یه دختری که مطمئنن همونقدر که من از یه آدم اینجوری ممکنه ناراحت بشم، خودش هم ناراحت، حتما آدم عوض شده که این عوض میشه. فیلم های بسیار مهمی دارین در کارنامه کاریتون، ولی یه کمی شکلش عوض شد یا ادامه پیدا نکرد، این رو نقدی دارید به سینمامون که این شکلی شده؟ خب نقد به سینما دارم و مطمئناً این اتفاق افتاده تو سینما کلن، نه نظر من، نظر خیلی هست. ما الان فیلم های دهه 60 و 70 و 80 واقعا دیگه اون فیلم ها تکرار نمیشه، ناخود خورشید دیگه تکرار نمیشه، نمیدونم کشتی آنجلیکا، نمیدونم خیلی ها در مسیر تونده، خیلی از فیلم ها تکرار نمیشه، نمیدونم به دلیل اینکه ما یه مقدار تهیه کننده سینما نداریم، سرمایه گذار داریم و یک چیزی مدون نداریم در سینما ایران در ارشاد که اگر هر چهار سال یه بار وزیری عوض میشه همیشه سلیقه هم عوض میشه، آدم هم عوض میشه. ولی یه سری هم فیلمساز داشتیم، الان یه سری فیلمساز جوان داریم که خیلی خوبه، خیلی با استعدادن. خیلی از کسایی از فیلمسازهای ما که واقعا مؤلف بودن و کارهای خوبی میساختن، اینا کمتر دیگه کار میکنن. این خب خیلی به ضرر سینماست. وضعیت خوبی نیست در کل سینمای ما به نظرتون؟ وضعیت الان اگه بخوایم از 10 تا از 1 تا 10 بهش نمره بدیم، من فکر کنم یه چیزی بین 4 تا 5 اونجوری که باید و شاید نیست. و یه توی گفتگوی گفته بودین که صدا و سیما برای سینما شمشیر رو از رو بسته. بله. این به خاطر مثلا بخش حمایتی صدا و سیما از سینماست. بخش حمایتیش باید باشه. فیلمای ما اینقدر که مثلا اونور تبلیغ میشه اینور تبلیغ نمیشه، نمیدونم چرا. بعد تلویزیون بایستی کمک کنه به سینما، بایستی فیلم ها رو بخرن نشون بدن، تبلیغ ها رو نشون بدن و بتونن. و یکی از چیزهایی هم که اتفاق افتاده این که اون موقع این حرکت داشت میشد ولی الان جلوش گرفته شده. ما یه زمانی موفقیت یک فستیوال و اعتبار یک فستیوال واقعا این بود که یک فیلم ایرانی توش به نمایش درآید. ولی الان کمتر این اتفاق میفته. الان نمیگم نمیفته، کمتر این اتفاق میفته. ولی ما باید تمام همه غممون رو بذاریم که خارج از ایران اکران داشته باشیم. این اکران داشتن اونور خیلی خوبه. اگر ما بتونیم یه همچین حرکتی رو بکنیم، البته گهگاه شده و ما میخوایم حرفه‌ای تر بشه، یعنی اینکه وزارت ارشاد اصلا بیاد سرمایه گذاری کنه، دولت سرمایه گذاری کنه، سالن بخره خارج از کشور و فیلمای ایرانی رو نشون بدن و اونجا مطمئنن تماشاگر خودش هم داره. خیلی از کشورها این کاری کردن، درست، ولی ما کمتر قدم جلو گذاشتیم برای این کار. یه عجیبه اگه سوال عجیب بکنم که ما فهمیدیم که از پدر خوشتیپ‌تر نداریم توی سینمای ایران، از پدر بازیگر بهتری داریم؟ ببینین، من فکر میکنم هر هنرمندی تو هر ژانر و با هر سلیقه‌ای که فعالیت میکنه قطعا مخاطب خودشو داره و قابل احترامه و من نظرم همینه. نمیشه گفت بهتر؟ نه واقعا. از دخترتون بازیگر بهتری داریم؟ من حالا همون جواب شما رو اینجوری میدم که در سینما ایران، نه در سینما، در هنر.
هیچ کس نمیتونه جای کسی رو بگیره. یعنی هیچ کس نمیتونه مجید مظفری بشه، هیچ کس نمیتونه مثلا نوید محمدزاده بشه یا هر کسی دیگه از بچه‌ها. خدا بیامرزه با خصوص شکیبایی هم ما همیشه به شوخی‌ها این چنینی داشتیم که واقعا به این نتیجه رسیده بودیم. یعنی میدونستیم که این اتفاق میفته که در سینما ایران اگه هر کسی سر جای خودش باشه و کار کنه واقعا بهترین. و من فکر کنم که توی کار بازیگری و هنر هیچ کس نمیتونه جای نیکی رو بگیره و نیکی هم نمیتونه جای کسی رو بگیره. هر کدوم به مسیر خودشون رو میرن. و چون هنر سقف نداره و هیچ کس نمیتونه بگه من این تا اینجا اومدم الان دیگه فولم و دیگه بازیگر کاملی هم یا نقاش کاملی هم یا موسیقیدان کاملی هم، چون سخت نداره واقعا همینجوری میری جلو. اینه که هیچ کس نمیتونه بگه که این دیگه بهترینه، برای اینکه نگاه میکنیم فرداش یکی دیگه اومد و بهترین شد. اسم نوید محمدزاده اومد، دعوتش میکنیم که مهمان برنامه ما. موضوع برنامه ما راجع به بازنشستگیه تقریبا. این حرفه که بازنشستگی نداره احتمالاً، ولی برای پیری کوریمون چه کنیم؟ البته من بازنشسته ارشاد هستم. آها. برای چون سال 56 بود که به استخدام فرهنگ هنر در اومدم که بعد شد ارشاد و الان 5-6 ساله که بازنشسته شدم. ولی من فکر میکنم، من به آقای مدیر خدمت رو عرض کنم، من یه کاری رو تازگی ها شروع کردم، یه کافی شاپ زدم و الان متوجه شدم که کاش 20 سال پیش این کارو میکردم و برای آینده خودم یک چیزی میساختم. و متاسفانه توی این مملکت یه مقدار بیمهری شده نسبت به هنرمندا و اینا که چون آینده‌ای ندارن و زودم بازنشسته میشدن و گوشه خونه و متاسفانه. خب میدونی خیلی درده واقعا. بشینید فکر کنیم ببینیم که یه روزی مجید مظفری نوعی از در خونهش میاد بیرون، همه باش سلام علیک میکنن و لطف دارن، حالش میپرسن، ولی یه زمانی میاد از در خونه کسی نمیشناسش، نسل عوض شده، کسی نمیشناسش و این دوچار خیلی سخته، خیلی بیماری سخت میاد سراغ آدم. حالا متاسفانه یه سری از آدم همون هستن که اینجوریه و ای کاش ما بتونیم کاری بکنیم که بیشتر به اینا رسیدگی بشه. چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ بابام کامبیز. نمیدونم، واقعا نمیشه پیش بینی کرد. دو سه تا خصلت مهمی که میخواین ملاک براتون، خط قرمز. مطمئنا یه چیزایی که در کلا جهان همه ما فکر میکنم دلمون میخواد که داشته باشیم، مثل آرامش، مثل صداقت، مثل انسانیت، چیزای دیگه هم هست دیگه، ولی واقعا الان خیلی غیر قابل پیش بینیه. جمع اینا هست در یه نفر؟ نمیدونم. نمیدونم. آره سخته. بدترین شایعه‌ای که شنیدین راجب پدر؟ راجب خودم. خودتو پدر. ما با هم سفر بودیم که یه اشتباه خیلی کوچیکی بود که از خبرگزاری فکر کنم زنگ زدن گفتن دخترتون فوت کرده و من فقط دیدم از اون ور سالن، من تو ماشین بودم، از اون ور با اون دوید سمت من و یو گفت خوبی؟ گفتم آره خوبم. و گفت چقدر خوشحالم که تو پیشمی الان. آره و همون لحظه خیلی خیلی کوتاه هم بود و چیز شد، یعنی سریع درستش کردن. سفر بودیم با هم دیگه. من اینجا خدمت آقای حمید مظفری سلام عرض میکنم. متاسفانه فرزند ایشون فوت کرده بودن، بعد به من زنگ زدن و تسلیت میگفتن و من میگفتم چی شده؟ میگفتن که از اینکه فرزندتون فوت کرده تسلیت میگیم.
و من هی به نیکی نگاه میکردم میدیدم که نیکی کنارم و هی پیگیری کردم دیدم که متاسفانه فرزنده آقای حمید مظفر. آره یه چه حالا یه وقتایی این اشتباه رخ میده ولی یه سری آدمای مریض داریم سالها و هممون دو ماه یه بار میمیریم. بله میشینه تو خونه فقط یه چیزیه که اینو کافیه که سند کنه به یه جایی و هزاران جا همونو بگن. راجب سینمای الان چیزی بخواین بگین؟ من نظرم با پدرم خیلی متفاوته به خاطر اینکه خودم نسل جدید بازیگری هستم که جزء نسل جدید هستم و واقعا دارم تلاش میکنم برای اینکه حالا اون اتفاقی که دلم میخواد یا هدف برام بیفته واقعا میبینم که البته انکار این یعنی اصلا انکار ناپذیره که نسلی که مجید مظفری در اون دوران بوده هیچ وقت تکرار نمیشه. قطعا با یک دیدی با یک آگاهی دیگه‌ای خب جوان‌های الان و بازیگرها و تمام عوامل سینمایی خب دارن با یک بینش دیگه‌ای به وارد این حرفه میشن، ولی من احساس میکنم که الان سینمای ایران در جایگاه بسیار خوبی در جهان هست به دلیل کارهایی که بالاخره ما اسکارهایی که گرفتیم، جوایزی که بازیگران ما گرفتن و کارهای دیگه گرفتن و اتفاقا خیلی الان توی جشنواره هایی که برگزار میشه معمولا یک فیلمی همیشه حاضر هست در اون فستیوال ها و واقعا جای تبریک داره، ولی خب دیدگاه من با ایشون کاملا فرق میکنه. من اصلا تکذیب نمی کنم یا خدای نکرد جسارت نمی کنم برای اینکه بگم من حرف ایشون رو قبول ندارم. من دیدگاه هم اصلا یک دیدگاه دیگه ایه و میدونم و داریم میبینیم که چقدر جوانهای ما و کسانی که تازه واردن به این عرصه چقدر با خلاقیت و با آگاهی دارن فعالیت میکنن و دارن تلاش میکنن. من برای تک تکشون آرزوی موفقیت میکنم و برای خودم. من منکری نیستم. نه، منکری نیستم. واقعا جای خوشحالیه که الان بازیگرها و کارگردانهای ما تو جشنواره‌های مختلف الان جایزه میگیرن، ولی اون بدنه سینمایی که واسه اقتصاد سینما رو راه بندازه اون بدنه مشکل. بله منم میگم، من اصلا در مکمل حرف شما داشتم در واقع اینو عرض میکردم خدمتتون. به کرمانشاه رفتین برای زلزله؟ من نه، به دلیل اینکه هم یه سفر داشتم همینم که یک نمایشنامه به نفع هموطنانم اجرا کردیم. با حضور هنرمندان موافق بودین؟ بله بله. در اونجا؟ بله بودین. خب اگر بخواین یا فکر میکنید بزرگترین مشکل ما الان چیه در جامعه، در اقتصاد، در روابط اجتماعی، در چی؟ اگر بخواید مهمترینش رو نام ببرین و بگین نقدی دارین بر این مسئله؟ من خدمتتون عرض کنم که ببینید الان مسئله اقتصادی خیلی گریبانگیره مردم ماست، واقعا اینو نباید ازش گذشت. و من بیرون داشتم برنامه شما رو میدیدم، یک آقای اومد اینجا گفتن که من بازنشستم 5 نفر بودیم حقوق میگرفتم ولی الان 20 نفریم و واقعا واقعیت این قضیه میدونید و بزرگ خانواده است، 20 نفر نوه و داماد و عروس دورش جمع میشن و این خیلی دردآوره که اگر خدای نکرده نتونه از پس 4 تا مهمونی در چهار تا میمونی فامیلی در یک ماه یا دور هم نشستن بر بیاد یه ذره سخت بشه. ما باید به اینا فکر کنیم، باید فکر کنیم جوانامون واقعا باید بیشتر از اینا بهشون بها داد، مطالبات مردم باید بهشون داد. واقعا اینکه آدم دیستی رو میبینه که از بانک ها میلیارد 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 که 1800 میلیارد تو این اصلا آدم نمیتونه تصور کنه. ببینید مردم ما خیلی خوبه، خیلی واقعا دمشون گرم، با تمام سختی و مشکلات دارن میجنگن واسادن. این مردم رو واقعا هر کاری براشون بکنیم کم کردیم و دولت باید یه کاری بکنه که کمتر مشکل داشته باشن این مردم.
و خب مشکلات زیاده است، از هوا گرفته، ترافیک گرفته، مسائل اقتصادی گرفته، همه اینا، ولی باید دست به دست هم دیگه بدیم بتونیم اینا رو حل کنیم. بسیار عالی. چیزی هست که من نپرسیده باشم دلتون بخواد که بگیم؟ من خیلی دوست داشتم تو برنامه شما بیام. خیلی ممنون، افتخار دادیم. مرسی از شما. خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم توی کات. خیلی و میخوام اینجا یه سوالی از من بکنی راجع به کافی شاپ. خب نمیخوام تبلیغ کنم. نه 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 تبلیغ. شما کافی شاپ شنیدم داریم. خب اتفاقا یک مهمان خیلی ویژه‌ای هم داشتیم. بله خواهش میکنم. خوب هست. حالا بعد این مردم به همون لطف دارن میکنن و الان چه مدتی که کافی شاپتون رو حدودا سه ماهه. سه ماه. و این که کافی شاپتون خواستم بپرسم که جای بزرگی از این نقلیه‌های هنرمندانه است. نه من واقعیتش می‌خواستم به اینجا بکشونم که بغل ما اونجا یه آمفی‌تئاتر داریم. آها. و بیشتر من راغب شدم که اونجا این حرکت رو بکنم به خاطر اون آمفی‌تئاتر که ایشالا توی از عید اسفند ما اواخر اسفند ما شروع میکنیم اونجا کارهای فرهنگی و هنری انجام دادن، کنسرت های موسیقی موسیقی میزنیم، فستیوال های تئاتر، تئاترهای خیابانی و شروع میکنیم یک فعالیت هنری اونجا. چقدر خوب. و ما هوا که خوب بشه، الان نه ولی هوا خوب بشه، ما صبح به صبح اونجا میخواییم ورزش بذاریم، ورزش با بیان و صدا، صدا و بیان. تو که چیز بیشتر فعالیت ما اونجا ورزش. من خواستم این سوی تفاهم برطرف بشین، چون بعضی موقع میشنیدم که مظفر رفته کافی شاپ زده. واقعیتش اینه که یکی از دلایلی که من این کارو کردم هم به دلیل به قول شما پیری و کوری بتونم یه کاری بکنم، همین هم بیشتر به خاطر اون آمفی‌تئاتر من رفتم و این حرکتو کردم. بسیار عالی. شما هم اونجا فعالین، کمک میکنم. من سر میزنم. بله من بیشتر از این نمیتونم راجع به کافی شاپ بگم چون تبلیغ میشه و الان آدرس رو زیرنویس میکردیم، همینجا آدرس بره زیر برنامه. نه من میخواستم این سوی تفاهم که بین دوستان بود یه ذره حل میشه. نه چه اشکال داره، به هر حال همیشه از وقتی من یادمه هی نسل قبل یا دو نسل قبل هی به ما گفتن آقا فکر شغل دوم خیلی باشید، فقط بازیگری نمیتونه زندگی رو ببره جلو و خب این یه واقعیت. خیلی ممنون که تشریف آوردین به برنامه ما. دو تا مطلب دیگه مونده که عرض کنم. احساس خوشبختی دارین عمیقاً؟ عمیقاً بله. بله. این که فکر کردین؟ آخه خوشبختی اصلا یک تعریف خیلی عمیق گسترده ایه. مثلا خب من میتونم بگم نه چون مادرم در کنارم نیست، میتونم بگم نه به خاطر اینکه هزار تا مسئله دیگه، میتونم بگم نه، ولی فکر کردنم به خاطر این بود که اول از همه سلامتم، سلامتی بالاترین نعمته، پدرم سلامته، در کنارمه و هزار تا نعمت های دیگه ای که هم آگاهیم، هم آگاه هم آگاه نیستم، بنابراین خوشحالم. درست. من بله احساس خوشبختی میکنم به دلیل اینکه خب خیلی چیزا رو دست دادم و خیلی چیزا رو به دست آوردم. یکی از دلایلی که الان احساس خوشبختی میکنم اینه که همین خانواده دو نفره خیلی سالم داریم با هم دیگه زندگی میکنیم و با چه نظر اقتصادی، چه نظر روابط اجتماعی و کاری واقعا هیچ مشکلی نداریم و یک سختی داریم که زیر اون سخت خیلی معلومه که با هم دیگه آرامش داریم. بسیار خیلی هم دستپختشون خوشمزه است. دستپختشون شنیدم که اصلا یه چیز عجیبیه. نه اصلا عجیب. خوش به حال شما. مرسی. البته منم دستپختم خوبه. خوش به حالتون. من میخوام خوش به حالتون. من میخوام
من میخوام به همینجا از شما قول بگیرم یه دمی باقالی میخوام درست کنم شما دمی باقالی تهرونی ها الان بعد برنامه بمونین با هم میرید ولی چشم حتما با افتخار و چه غذاییه که دیگه استادانه میپزین یعنی من تمام غذایی که میپزم واقعا با خیلی با عشق و اینا چون میدونم که برای دخترم دارم درست بکنم از صبح که بلند میشم مثلا چند روز پیش از صبح که خمشین یعنی همه هر نه نه هر روز روزی که قرار غذا درست کنم چند روز پیش رفتم خورشت به درست کردم به غذاهایی که یعنی اصلا دختر نمیخواییم چون من خیلی شکمو هم یعنی اصلا من خیلی شکمو هم یعنی یه چیزی میگم و این صحبت ها که میشه حسودی میکنم واقعا. خب موزه دور همین رو قبلا اعلام کرده بودیم که اوائدش یعنی تا اینجایی که برنامه ما ضبط شده در دو سری قبل به صرف امور خیریه خواهد شد. تصمیم گرفتیم که صرف کمک به زلزله زده ها بشه. یعنی این دو سری قبل که 156 برنامه بود و نزدیک 200 مهمان به برنامه ما اومدن و اهدایی داشتن، همه اینا در یک حراج بزرگ فروخته بشه و این مبلغ به زلزله زدگان اختصاص پیدا کنه. به موزه دور همیه ما چه میدیم؟ من یه حکم میگم. الان اتفاقا پشت صحنه نیکی به من گفتی که تصمیم دیگه که چی؟ من تا اونجا که برنامه‌تون دیدم، دیدم دوستان کتاب دادن، عکس دادن. من یه حکمی گرفتم به عنوان هنرمند ملی ده. و این خیلی برای من ارزشمنده. من اینو حاضرم بدم موزه و خیلی با ارزشه. خیلی ممنون. خیلی با ارزش. خیلی با ارزش. و شما؟ من یه عکس دارم. یه عکسی از فکر میکنم فیلم کشتی آنجلیکا که من اینقدرم و بابام اونقدره و پشت صحنه؟ نه بله پشت صحنه اینه ولی خیلی عکس جذابیه. حالا شاید من چون عکس من و پدرمه برای ما تعلق خاطر این مود دیداره و اینها ولی اونو حتما خیلی با ارزشه. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی ممنون که تشریف آورد. مرسی از شما که دعوت کردیم. خواهش میکنم. امیدوارم که سالهای سال همینطور درخشان خوب سلامت و درجه یک همینطور که هستین باشین و آرزوی بهترین ها رو براتون به همچنین برای شما. متشکرم. همچنین برای شما و برنامه خوبتون. متشکرم. و مردم خوبتون و مردمی که همیشه شما رو حمایت کردن و شما رو دوست دارم. متشکرم. من بازم عذرخواهی میکنم از اینکه حالم اینجوری و عالی بودید. امیدوارم زودتر سلامت بشید. خیلی ممنون. خیلی ممنون.